تمرین 2-11. من ابتدا توسط فرمان پالیگون مثلث رسم میکنم، حروف POL رو در خط فرمان تایپ میکنم، در مقابل اعلان Enter Number of Side تعداد اضلاع رو عدد 3 تایپ میکنم و کلید Enter رو میفشارم. Specify Center of Polygon از این مجموعه Edge استفاده میکنم، این رو در خط فرمان تایپ، کلید Enter رو میفشارم و این نقطه رو به عنوان First End Point of Edge معرفی میکنم. با توجه به اینکه طول اضلاع مثلث 10 واحده، میگم نسبت به نقطه قبلی X هم 10، Y هم 0، کلید Enter رو میفشارم. حرف C رو در خط فرمان تایپ، کلید Enter. من اینجا چون میخوام در واقع از گیره موضوع End Point استفاده کنم، آیکون Object Snap با کلیک چپ انتخاب میکنم و میام اینجا روی Object Snap Setting کلیک چپ میکنم، کلیه گیره های موضوع رو از حالت انتخاب خارج میکنم و میام فقط گیره مورد نظرم و End Point رو با کلیک چپ انتخاب میکنم و روی OK کلیک چپ میکنم. خب من مجدداً C رو تایپ میکنم، کلید Enter. خب Specify Center Point for Circle، اینجا اگر مکان نما قرار بدم کلیک چپ میکنم و شعاع رو عدد 1.5 معرفی میکنم، کلید Enter رو میفشارم. خب با توجه به اینکه دایره به شعاع 2.5 هم مرکز با 1.5، من C رو تایپ میکنم، کلید Enter. در مقابل اعلان Specify Center Point for Circle @ رو تایپ میکنم، کلید Enter و Radius رو اینجا من عدد 2.5 معرفی میکنم و کلید Enter رو میفشارم. خب من میام از فرمان کپی استفاده میکنم، Select Object، دایره اول، دایره دوم انتخاب میکنم، کلید Enter رو میفشارم، Base Point، میگم آقا این نقطه و در این نقطه و این نقطه قرار بگیره و کلید Enter رو میفشارم. دقت کنید که خاصیت Object Snap و اینجا گیره موضوع End Point برای من فعاله. خب من میخوام در واقع اینجا یک کمان به شاهای ده، دستم به چپ به شاهای ده و این قسمت هم به شاهای 20 رسم کنم. اینجا من از فرمان سیرکل روش تانجن رادیوس استفاده میکنم، میگم این در واقع فرست تانجنت من، اینم فرست تانجنت من. شاهای رو عدد 10 در خط فرمان تایپ میکنم، کلید انتر رو میفشارم، یه خورده کوچیک کنم بیشتر با دقت ببینید رو غلطه که وسط موس رو حرکت میدم، دوباره کلیک راست میکنم و از ریپیت تانجن رادیوس استفاده میکنم، میگم این فرست من، این سکند من. شعاع رو عدد 10 در خط فرمان تایپ میکنم، کلید انتر میفشارم. خب من این رو با اجازهتون موف کنم که تو تصویر سمت چپ قرار نگیره. خب و این کمان پایینم که در واقع شعاع 20 در صفحه ترسیم کلیک راست میکنم و اینجا از ریسنت اینپوت من میتونم بیام مثلا به حالت تانجن رادیوس رو انتخاب کنم. اینجا در واقع لیستی از فرمانهایی که من اینجا ازش استفاده کردم هستن، روی فرمان سیرکل کلیک چپ میکنم، اینجا روی روش تانجن رادیوس کلیک چپ میکنم. خب میگم آقا این مثلا اینجا باشه، این تانجنت اول من، ببین دقیقاً دارم کجا کلیک میکنم، دقت کنید شما ها موقع رسم. اینجا میام کلیک چپ میکنم و شعاع رو عدد 20 معرفی میکنم و کلید انتر رو میزنم. دقت کنید اگر در واقع موقعی که دارین تانجنت اون فرست تانجنت معرفی این پایین ها بزنید، دایره برعکس میشه، به جای که بیاد بالا میره پایین. به این نکات دقت کنید. خب حالا میام قسمت های اضافی رو من تریم میکنم، تی آر رو در خط فرمان تایپ، کلید انتر رو میفشارم، در مقابل اعلان سلکت آبجکت یه بار دیگه کلید انتر رو میفشارم، میگم آقا خب تمام اینها باید تریم بشن، اینها هم باید تریم بشن. خب این قسمت باید کاملا تریم بشه، این قسمت تریم بشه، این قسمت اضافه رو بعدا اریز میکنم. اگر به شکل نگاه کنیم، خب در واقع من این کمان ها رو اینجا ایجاد کردم و کافیه که فقط بیام این خطوط رو اینجا اریز کنم. حرف R رو در خط فرمان تایپ میکنم، کلید انتر. خب میگم آقا این اریز اول، اریز دوم، این پاراخط، این در واقع مثلثی که با پولیگون رسم کردم اریز سوم میشه و با فشردن کلید انتر از فرمان خارج میشم. یه بار کلید انتر رو میفشارم، در واقع این شد در واقع ترسیم من.